حالا شما با سایت کوین مارکت کپ و نحوه به دست آوردن ارزه و تقاضای کنونی هر ارز آشنا شدید. حالا به فیلتر سوممون یعنی اینکه فیلتری که باید ارز مورد نظرمون رو از اون رد کنیم تا در نهایت تصمیم به ورود به اون بگیریم رو بهش بپردازیم. فیلتر سوم ما بررسی شرایط کنونی بازار هست. دلیل اینکه شما باید برای ورود به یک ارز دیجیتال شرایط بازار رو بسنجید همونطور که در ویدیوی قبل گفتیم اینه که تمام ارزهای دیجیتال با بیت کوین همبستگی دارن یعنی به اون وابسته هستن از لحاظ قیمت دلاری یعنی با رشد قیمت بیت کوین به دلار اونها هم رشد میکنن و با ریزش قیمت بیت کوین به دلار اونها هم به دلار ریزش میکنن حالا شاید شرایطی پیش بیاد که ریزش آلت کوین ها از بیت کوین بیشتر یا کمتر باشه بنابراین شما برای رد کردن معاملاتتون از فیلتر سوم و کمتر کردن ریسک سرمایه گذاری خودتون باید شرایط بازار رو بسنجید منظور ما از بررسی شرایط بازار چیه؟ اینه که شما با روش هایی که بنده بهتون میگم و بررسی نمودارها متوجه بشین که پول بیشتر تمایل داره به سمت بیت کوین وارد بشه وارد بشه و قیمتش رو رشد بده یا به سمت آلت کوین ها حرکت کنه فیلتر سوممون یعنی بررسی شرایط بازار مهمترین فیلتر در بین این سه فیلتر هست چرا که حتی اگر ارزهای مناسب از فیلتر اول و از فیلتر دوم هم رد بشن اما شرایط بازار به نحوی نباشه که اشاره مثبت رو به شما برای ورود به یک ارز نشون بده شما باید از دو فیلتر دیگه هم صرف نظر کنین و کلا لپتاپ خودتون رو خاموش کنین و به تریدینگ فکر نکنین تا زمانی که شرایط بازار به نحوی باشه که شما میخواید حالا نکته مهم و اصلی اینجاست شرایط بازار یا به اصطلاح خ... به اصطلاحی که خودم مطرح می کردم حرکت نهنگ نه ها رو به چه روشی باید بررسی کنیم برای این منظور ابتدا باید وارد نمودار بشیم و از استراتژی که بهتون یاد میدم روی نمودار استفاده و تحلیل کنیم که پول تمایل داره به سمت آلت حرکت کنه به سمت بیت کوین یا شادم هر دو. که برای این مبحث برای ادامه فیلتر سوم یعنی بررسی شرایط بازار باید وارد نمودار بشیم یا به اصطلاح چارت ارز دیجیتال بررسی کنیم و دسترسی داشته باشیم برای این دسترسی در سایت tradingview.com یعنی پلتفرمی که برای ارائه نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال هست باید ثبت کنیم در ویدیوی بعد ورود و ثبت به سایت تریدینگ ویو و نحوه کار با اون رو بهتون توضیح میدم اما قبل از اون تا اینجا یک مرور از کل مباحثی که تا اینجا داشتیم داشته باشیم ببینین گفتیم آقا تحلیلگری تریدینگ و سرمایه گذاری به دو بخش تقسیم میشه فاندامنتال و تکنیکال فاندامنتال یعنی دانشی که و هر عاملی که به ارزه و تقاضا یک ارز دیجیتال ربط داشته باشه و تکنیکال یعنی تحلیل و پیش بینی با توجه به تاریخچه قیمتی یک ارز دیجیتال گفتیم حالا میخوایم به استراتژی فاندامنتال بپردازیم فاندامنتال من از دو نوع استراتژی بهره میگیرم استراتژی فاندای کوتاه مدت استراتژی فاندای بلند مدت که حالا ما میخوایم به استراتژی فاندای کوتاه مدت بپردازیم در استراتژی فاندای کوتاه مدت یا فاندامنتال تریدینگ باید ارزهای دیجیتال خودمون رو از سه فیلتر رد کنیم فیلتر اول اینه که کدوم ارز دیجیتال رو برای بررسی انتخاب کنیم از این 7000 تا ارز دیجیتال فیلتر دوم اینه که به کدومی که از این موارد گزینش شده ما باید وارد بکنیم که باید دو تا ویژگی می داشتن، مارکت کپشون بیشتر از 10 میلیون دلار باشه و اون رویداد فاندای مهم که تو سایت کوین مارکت کال می‌بینین باید به شکل مستقیم یا غیر مستقیم پول وارد اون ارز دیجیتال کنه و فیلتر سوم این بود که آیا شرایط بازار به نحوی هست که ما اصلا وارد این ارز دیجیتال بشیم یا اصلا ترید کنیم یا نه که برای در ویدیو بعد ما با تریدینگ ویو آشنا میشیم و در بحث در بخش آموزشی تحلیل تکنیکال این بحث رو ما بررسی میکنیم یعنی فعلا بهش وارد نمیشیم فاندا رو تمام میکنیم وارد بحث تکنیکال کی شدیم میایم این رو هم همراه با تکنیکال بهتون آموزش میدیم چون برای بررسی شرایط بازار شما باید به یک سری مشخصه های تکنیکالی تسلط داشته باشید این بود از موا... کل مباحثی که تا اینجا بهشون پرداختیم در ویدیو بعد به وبسایت تریدینگ ویو خواهیم پرداخت